کتاب قرآن در مکتب اهل بیت علیه السلام با تاکید بر کتاب اصول مذهب و شیعه اثر حجت الاسلام و المسلم محمد علی محمدی است که به همت پجوهش فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 421 صفحه در بازار نشر ایران منتشر شد کتاب حاضر تلاشی در جهت پاسخگویی به شبهات قرآنی وهابیان علیه شیعیان و تبیین روش‌های شبه افکنی آنان و تبیین باورهای شیعیان درباره قرآن است این اثر در دو بخش و هشت فصل تعلیف شده است در بخش اول که در پنج, در فصل نگارش یافته پس از بیان موضوع و اهمیت و ضرورت آن به بررسی دلایل و دلایل وهابیان برای نقد مکتب اهل بیت علیه السلام پرداخته شده و در فصل دوم مفاهیم مربوطه بیان شده و در سومین فصل از این بخش مبانی اعتقادی امامیه به تفصیل تبیین شده است روش های شپفکنی و عنوان چهارمین فصل از کتاب حاضر است که افترا، فوش و دشنام، استهزا و تحقیر، تحریف، استناد به روایات مردود، تسری نظریه یک فرد به دیگران، شخصی از زدایی ادعای بداحت بداحت پنداری علت سازی استناد به غیر کارشناس تحریک احساسات ادعای سنت گرایی به اکثریت عناوین این روش ها عنوان و تشریح شده است